السلام علیکم بینندگان گرامی. نشر نوبتی برنامه تلویزیونی اخبار از تلویزیون تاجیکستان منظوری شما می‌نماییم. در صدای با شما مرجونه شریفوا. طور اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمیت پنجم مشورت همکاری و تدبیرهای باوری در آسیا تاکید نمودند. تاجیکستان در دوره صدارت خود با پیشبرد همکاری در ساحه سیاحی و بهترسازی مشارکت کشورهای اعضای این مشورت در این سمت مسعودیت خواهد کرد. در واقع در عصر جهانی شوی و پیش آمدن ضرورت همگرایی منطقوی در سطح آسیا توریسم یک پدیده بسیار نادر خواهد شد که ملت‌های گوناگون را با هم نزدیک‌تر می‌سازد. برای کشوری ما روش سیاحی اهمیتی خاص دارد. تشکیل انفراستراکتور ضروری سیاحی و بسط بین‌المللی برابر نمودنی آن در اولویت سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان قرار گرفته است. دستورات‌های تاجیکستان در سمت سیاحی و معرفی مردم و سرزمین تاجیکان در عرصه جهانی امروز نقش موثر می‌گذارد. تاکید کردن به موارد است که روش سیاحی و به اقتصاد دولت‌های جهان و وضع نیکو احوالی مردم تاثیر زیادی مثبت دارد. اعلام نمودن سال 2018 همچون سال روش سیاحی و هنرهای مردمی با تشبث بی‌واسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امکان فراهم آورد که در مملکت تحولات زیادی در سمت سیاحی به عمل آید و در دایره سالهای درشت دهات سیاحی و هنرهای مردمی سالهای 2019-2021 ادامه یابد. در دوره آمادگی ها با جشن سی سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و تطبیق تدبیرهای سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی برای سالهای 2019-2021 امروزها در مملکت کارهای آبادانی از جانب صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه انجام داده میشوند. در شرایط تاجیکستان که 93% قلمرو آن از کوههای عبارت است، راههای نقلیات و کمونیکاسیا برای تامین نمودن رشد اجتماعی و اقتصادی اهمیت بزرگ دارند. در همین زمینه در ناحیه رودکی با جلب صاحبکاران محلی راهها تعمیر نوآوری کرده می شوند. گزارش منوچهر سلیمان از ناحیه رودکی. در دایره آمادگی ها به جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در دهه مهرآباد جماعت دهات چوریاکران ناحیه رودکی از طرف صاحبکار وطندوست محلی زیاده از 400 متر راهی حدود دهات پر اسفالت پوش گردید. در 2 کیلومتر راهی حدود دهه باشد کارهای تجدید و نوسازی با جلب متخصصان و تکنیکاهای ضروری مطابق به طلبات راهسازی جریان دارد. برای سازوار جشن گرفتن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات چوریاکران کارهای آبادانی ادامه دارد. چنین در محله مهرآباد با سهم صاحبگاران محلی زیاده از 400 متر راه را اسفالت پوش کرده ایستاده. در دیگر دهها کارهای آبادانی کبودی زورکنی اسفالت پوشی راه ادامه دارد. کارهای آبادانی در دایره سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی با جلب صاحبکاران و ساکنان سخاوتپیشه برای باز هم آباد و زیبا گردیدن محل و سهم گذاشتن در یک گوشه مملکت و شرایط ارزنده زندگی برای ساکنان عملی میگردد. با تجدید گردیدن این راه رفت و آمد بهتر و خوبتر گردیده، ساکنان از چنین اقدامهای سازنده اشخاص وطن دوست و وطن پرور اظهار سپاس و خوشنودی مینمایند. عملهای سازنده در پیروی به اقدامهای سازندگی و بنیادکاری رهبریت دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان روی کار آمده، در برابر بنیادی راههای اهمیت بین المللی و محلی داشته، همزمان راههای بین دهها نیز از تعمیر جاری برآورده می شود. صاحبکار عزم دارد که در برابر انجام تجدید 2 کیلومتر راه همچنین در مرحله دوم 4 کیلومتر دیگری راه بین محله را نیز اسفالت پوش نماید. کارهای آبادانی و سازندگی برای سازوار استقبال نمودن جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی و در زمینه اعلان گردیدن سالهای رشد دهات سیاحی و هنرهای مردمی در شهر و ناحیه‌های مملکت با مرام جریان دارد. منوچهر سلیمان، مهروز جمعه، مقصدی مقصد، اخبار. اعلان 1300 روز مهنت ضربدار با استقبال جشن 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه های ولایت سوق جانبداری پیدا نموده، تدبیرهای سازندگی و آبادانی وسعت داده می شود. در شهر کنیبادام در 90 انشاءات تعینات گوناگون کارهای ساختمانی ادامه دارد. گزارش روزعلی رحمان و الیاس باباجان. در شهر و دیهات کنیبادام بنیاد 506 انشاءات سمت و ساحه‌های گوناگون به نقشه گرفته، اهل جامعه اقدام مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت اعلان 1300 روز مهنت ضربدار را بهر استقبال سزاوار از جشن فرخنده ملی با روح بلندی جانبداری نمودند. وسط کارهای بنیادکاری و آبادانی، شهادت افتخار اهل جامعه شهر کنیبادام از دستاورد بزرگ ملی استقلالیت دولتی است.
Имроз дар иншоати самту соҳои гуногун, инфрасохтори роҳу коммуникация, бунёди биноҳои соҳои иҷтимоӣ, саноатӣ, кору хизматрасонӣ, гулгашту хиёбонҳо, иншоати фарҳангию фароғатӣ, биноҳои баландошонаи истиқоматӣ, толору майдонҳои варзишӣ, корҳои бунёдкорӣ вусъат доранд. Дар 6 ҷамоати деҳоти шаҳри Конибодом, сохтмони иншоот баҳри симои тоза бахшидан ба деҳот, муҳайё намудани шароитҳо барои таҳсили арзанда, баландбардоштани хизматрасонии тиббӣ дар деҳот, баҳри ба вуҷуд овардани имкониятҳои дастрасии аҳолӣ ба хизматрасониҳо, чун ҳаммому сартарошхона, марказҳои фароғатӣ бунёд карда мешаванд. Сохтмони иншоот дар асоси нақшаи генералии шаҳри Конибодом амалӣ мегардад. Бо амалӣ гардидани нақшаи генералии шаҳри Конибодом, шаҳри Конибодом ба яке шаҳрҳои зебо табдил мегардад. Тамоми иншоотҳо тибқи лоиҳаҳои замонавӣ ба сохта ба истифода дода мешавад. Дар шаҳр инфрасохторҳои муҳандисӣ, техникӣ муҳим ба вуҷуд меоянд. Дар шаҳри Конибодом аввалин хонаҳои баландошонии истиқоматӣ бунёд карда мешаванд, ки аз нӯҳ ошиёна баланд буда, лоиҳаю тарҳи нав доранд. Ҳар як бинои баландошона бо усули хоса сохта мешаванд. Маҷмӯи биноҳои баландошона бо ихтоми соҳибкор мавлуда маҳкам ва иборат аз 240 манзили истиқоматӣ бо таваққуфгоҳ барои мошинҳо, бо мавзеи истироҳати истиқоматкунандагону майдони бозии кӯдакон дар асоси лоиҳаи корхонаи лоиҳакашии меъмори шаҳри Хуҷанд бо усули классикӣ бунёд мегардад. Ин хонаҳои баландошонаи истиқоматӣ бори аввал дар шаҳри Конибодом бо тарзи монолити оҳани бетонӣ бо истифодаи таҷҳизоти муосири бинокорӣ бунёд шуда истодааст. Дар нақшаи бунёдкориҳо сохтани майдону толорҳои варзишӣ нақши хоса доранд. Пешбинӣ шудааст, ки то ҷашни фархундаи миллӣ дар шаҳру деҳоти Конибодом 133 майдони варзишӣ ва 7 толори варзишӣ сохта мешавад. То имрӯз як варзишгоҳ, 11 майдончаи варзишӣ ва як толори варзишӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, макони баргузории мусобиқаҳо ва машқу бозӣ гардидааст. Равзани Раҳмон, Ильёс Бобоҷон, шаҳри Конибодом, ахбор. Мавзӯи дигар. Яке аз роҳҳои ояндадори муҳофизати растаниҳо истифодаи ҳашароти фоидаовар мебошад. Ба таҳлили коршиносони соҳа, истифодаи ҳашароти фоидаовар бар зидди ҳашароти зарарасони боғу тоғзор ва зироати кишоварзӣ нисбат ба усули кимиёвӣ камхарҷ буда, ба муҳити зист низ таъсири манфӣ намерасонад. Гузориши ҳамкорони мо. در جمهوری 24 عدد آزمایشگاه بیولوژی فعالیت میکند که 17 عدد آن در ولایت سوخت، 4 عدد در ولایت ختلان و 3 عدد آن در ناحیه های توبه جمهوری به قید گرفته شدند. با تحلیل متخصصان آزمایشگاه مواد بیولوژی مؤسسه دولتی حفظ رستنی ها و خیمیکنونی کشاورزی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان استفاده اصول بیولوژی مبارزه با مقابل حشرات ضررسان در باغ تاگزار و زراعت کشاورزی خراجات کم و فایده بیشتر دارد، زیرا طبق تجربه کشاورزان که با این اصول چاره‌های مبارزه را تقویت دادن صفت محصولاتشون بهتر و حاصل نوکی رو بلند برداشتن. حشرات های فایدنوک که حشرات های ضررسان رو نصف میکنن در ما پرورش کرده میشود. اصول بیولوژی یکی از اصول های اساسی سیستم انتگراسیونی مبارزه بر ضد ضررسان های زراعت های کشاورزی به حساب می رود. یکم افضلیت نوکی این اصول در آن است که این اصول بیولوژی اولو به محیط زیست ضرر نمی رساند، به حیوانات، به انسان. دیوم بر خواجگی ها از این حساب در وقت در صورت استفاده بردن این اصول بیولوژی بر ضد ضرر رسان های اساسا زراعت های اساسی پخته، خب زراعت های سبزواتی، پمیدار، زراعت های چیکنی تکنیکی جواری مکه، اینو اگر این اصول رو اگر سمرانوک استفاده بارن، از این اصول بسیار فایده درآمد کلان خواجگی ها به دست آوردنشون ممکن است. وظیفه اساسی متخصصان آزمایشگاه مؤسسه دولتی حفظ رستنی ها و خیمیکنونی کشاورزی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان پرورش حشرات فایده‌آور بوده، استفاده آنها در باغ تاگزار و زراعت کشاورزی نتیجه مثبت داده است. با توصیه کارمندان آزمایشگاه، استفاده حشرات فایده‌آور در سوهای رستن پروری شرایط فراهم می‌آورد که باردارشوی و گردآلودشوی بهتر و در این اساس حاصل دلخواه به دست آورده شود. در ناحیه یاوون میدان عمومی پختازار قریب 11000 گکتار را تشکیل می‌دهد. در این ناحیه بعد از جمع‌آوری حاصل غلادونگی‌ها نیز پختکش کرده می‌شود. امروز کشاورزان ناحیه با کارکرد سیومی بین قطارها و اینچنین آب و غذادهی مشغول می‌باشند. گزارش خبرنگاران ما.
در 8 جماعت دهات ناحیه یاوان خواجگیداران به پختکاری مشغول بوده. پرورش این نامگوی زراعت کشاورزی از روی توصیه متخصصان ساحه براه مانده می شود. این است که نشونمایی نهالی پخته در میدان کشت جوابگو به طلبات می باشد. رقیه رحیموه از کشاورزان تجربه دار در جماعت دهات گلسرای یوسفوی ناحیه یاوان به شمار می رود و میدان عمومی زمین در اختیار او بوده 20 هکتار را تشکیل می دهد. و در زمین ها وای گندم کردگیم، رشق کردگیم، کارتوشکا کردگیم، گندم هم خریدن ها پخته رسیده است و کشتی دیو میکنیم، لوبیا، موش همی چی رو میکنیم، پمیدار پخته رو خونکی لغت کرد، گرچنده که وای کرد ما این رو با کلکیواتسیا کرده، غیزو داده، آب داده گرفتیم، این حاضر پخته رو با اولش آورده رسوندیم. در مجموع در این جماعت دهات خواجگیداران در مساحت 610 هکتار پخته کشت کردند. در دیگر جماعت ها از جمله ستوره سرخ، نارین، حیاتی نو، چارگل و غیره نیز نقشه مقرر گردیده پختکاری 100% اجرا گردیده است و بر زمین این بعد جمع‌آوری حاصل غلدانگی ها کشاورزان علاوه‌تن پخته کشت کرده استودند. امروز در حدود جماعت تمام خواجگی دهخانی گندم خود را درو کرده کشت تکراری را با سرعت ادامه داده استودند که از جمله پخته و موش لوبیوگی جیگوری کرده استودن قریب 30% خوجاگی و پختت کش کرده استودن موندگیش کش موش و جیگوری کش کرده استودن تقریبا تا 300 گکتر کش تکراری زنونه شد در جماعت و بسرعت با ادامه داده استودن کلانترین خوجاگی کشاورزی در ناحیه یاوان این خوجاگی تعلیمی تجربوی دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور می باشد که داروی 876 گکتر زمین است. نشانمای نیال ها خوب است. انا کشت در وقت شده گذروندگی چگیتای بالانسی فرق کرده حاضر کلتیواسی یکم و دویم تمام شد اوزخه یکم هم به انجام رسیده نوبت اوزخه دویم می باشه حاضر انا پخته علفای بگونه تازه نیالا نقض نشانه یافته شدند. اگر در بعضی خواجگی های ناحیه نرم کنی و کارکردی سیومی بین قطارها ادامه داشته باشد در بعضی دیگر باری دویم است که آب و غیزادهی رفته استوده است. جمع‌آوری حاصل زراعت از جمله غلدانگی ها نیز در ناحیه یاوان با مرام ادامه دارد. تا امروز از میدان 3425 گکتر به مقدار 12809 تن گندم و از مساحت 352 گکتر 1243 تن جو جمع‌آوری شده است. ذخیره خوراک چاروا از جمله کاه و درو بیدرو نیز کشاورزان در سطح ضروری و بوریایی طلبات جاری به راه مانده اند. طبق دورنما بعد جمع‌آوری حاصل یکم باید در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه یاوان در میدان 6655 گکتار کشت تکراری گذرانده شود. اطلاع داده شد که تا امروز خواجگیداران در مساحت 5023 گکتار کشت تکراری گذراندند که این نشان داد به 75.5% نقشه برابر می باشد. نقشه جمع‌آوری و ذخیره خوراک چاروا باشد در این ناحیه 45% اجرا گردیده است. جمع‌آوری و ذخیره خوراک چاروا را در ناحیه یاوان با استفاده از تکنیک و مکانیزم نو به راه مانده‌اند. امسال باید چارواداران و دیگر خواجگیداران ناحیه به مقدار 38925 تن خوراک درشت و 3645 تن شیردار ذخیره نمایند. به اطلاع مسئولان در برابر قانع نمودن طلبات ناحیه با خوراک چاروا، اینچنین به چارواداران دیگر ناحیه های جمهوری به مقدار معین خوراک دسترس کرده می شود. در همه شکل‌های خواجگیداری ناحیه عینی کارهای صحرایی و جمع‌آوری حاصل بوخوی نو آغاز گردید. از جمله در 9 خواجگی جمع‌آوری و 408 خواجگی انفرادی جماعت دهات اورمیتن ناحیه جمع‌آوری حاصل اولی میدان غلازور بوخو وسعت دارد. گزارش فرهاد رحمت از ناحیه عینی. در جماعت دهات اورمیتن ناحیه عینی در مجموع مساحت عمومی زمین 61000 هکتار بوده، از آن 559 گکترش را زمین کرمی آبی تشکیل می دهد و باقی مانده زمین های للمی و چراگاه می باشند. با باغداری و با کشاورزی مشغولند، کشتکاری کارتوشکا، مشکل با دستور ایدادوی پیشوی ملت و مردم جماعت همه رو با کارتوشکا کاری، با غاله کاری، با چرواداری مشغولند. خواجگی ها از دایان و سهمداران در زمین های کرمی آبی، کارتوشکا، سبزوات، غلدانگی ها کشت کرده در تلو تپا برای افزایش حاصل میوه هر سال بوخوی نوی نوهای گوناگون سیب، زردالو و آلو بنیاد می نمایند. مثلا سهمداران خواجگی دهخانی فیضبر دوام سالهای 2010-2019 در موضع دامنکوه سیاوردن 10 گکتر بوخوی نوی میوه دهنده بنیاد نمودند که حاصل بوخوی نو برای افزایش حاصل مساعدت نمود. منم چلک می بینید، منم یک جای نوآباد زمین های للمی دامنکوه من همین دامانکو گفتیم ما یک هکتار باغ نبنیاد کردیم.
سبزور، گیلهزور، شفتالوزور، نوکزور. من چیکار که باشم؟ دیدوسی که من امی خود حوصله من این گیلوس دیدوسی که یکون کامبری ندارد، همه گیلوس بور دارد. من این سیبو بور دارد من امی خیلین. اینی هول کشاورزان در این خوجگی برای جمع‌آوری حوصله غلادونا آمادگی دارند. تاوریس همدارانی خوجگی ها ابراز داشتند در زمین هایی که به طور اجاره یا همچون سهمدار استفاده برده و کشت و کار می نمایند از حساب برکت حاصل آن زندگی خیش را پیش می برند. با جای من همین جایی که 10 ساعت ما الهیده کشتگی همین جا با یک زمینی خیلی بخوت هستین، ما در وقت همین جمع آوری کرده با جوش کشتی تکراری سبزی می گذارونیم. زینتای غایبوه از جمله آنهایی می باشد که در مساحت کمی زمین چند نموی زراعت و سبزوات کشت کرده امروز نه تنها احتیاجات اوهله خیش را تامین می نماید بلکه قسمی برزیادی آن را به بازار برآورده پیشنهادی اهالی می نماید. من در صحرا 14 سطنیک زمین دارم. در زمین کارتشک می کارم، لوبیا می کارم، پمیدار، بادرین، من لب لبو زراعت می کارم، گندم، جو، همه میکوریم، نیست پیشه برای زندگانی صرف میکنیم، نیست از خدا ما زیاده میبراریم در وادی را در ویو میفروشیم. از بس که امسال در فصل بهار هوا سربارش آمد، در زمین های للمی دومنکوها علفهای خودروی و بیدر نشونمای خوب دارند که در اول ذخیره آنها برای دوره زمستان گذرانی چاروای خرد و کلان به منفعت میباشد. کوه پشت او همه سبز خورمان مردم اصلا به همه علفهای دروش دوهای انشاءالله برای زمستان گذرانی تیاری خود دوزن خونوچینی همه علفهای بیگونه رو تشکیل نمودن مردم همه دست جمعانه در کور فعالیت کاری سودن. اعضا و سهمدارانی خواجگی های کلکتیوی و انفرادی جماعت دهاتی ارمیتن نوحه عینی کوشش بران دارند که با مهنتی صافدلانه حاصلی بلند به دست آورده سطح زندگی آیله های خش را بهتر نمایند. در نوحه مومین‌آباد سالی روان کشاورزان برای دوره تیرماه زمستان موافق نقشه باید 61167 تن خوراکی چوروا ذخیره نمایند. جمع‌آوری خوراکی چوروا در خواجگی‌های نوحه ادامه داشت تا امروز از حساب میدان کشت زراعت خوراکی چوروا و علف‌های طبیعی قریب 6000 تن خوراک ذخیره کرده شده است. گزارش سید جعفر محمدعلی و خورشید نادرخان. در جماعت دیهاتی به نام نورعلی‌شاه نظرف نوحه مومین‌آباد اهل زحمت در برابر زراعتکاری و کارتوشکا پروری و باغداری و زنبور پروری همچنین به چارواداری نیز مشغول بوده در خواجگی‌های دیهاتی نوحه سال سرشماری چاروا زیاد کرده می‌شود. برای تامین چاروای موجوده با خوراکه امسال کشاورزان باید 10000 تن از جمله 9141 تن بیده و 859 تن کوه علف‌های طبیعی جمع‌آوری و ذخیره نمایند. با این مقصد امروز در خواجگی‌های دیهات جمع‌آوری خوراکی چاروا به طور متشکلانه ادامه داشته باید این موسم میدان 1190 گکتر علف‌های طبیعی و 203 گکتر کشت زراعت خوراکی چاروا در مجموع میدان 1493 گکتر جمع‌آوری و ذخیره کرده شود. سال جاری طبق نقشه دورنمو در نوحه 61200 تن خوراکی چاروا نقشه بندی کرده شده است. تا امروز 5800 تن علکه جمع‌آوری شده است. جمع‌آوری ذخیره خوراک چاروا ادامه دارد. از مساعدی باد هوا امسال ما استفاده نموده کوشش به خرج می‌دهیم که دو ساله ذخیره خوراک چاروا را تامین نماییم. از 61167 تن دورنمای ذخیره خوراک چاروا در نوحه 41685 تن را بیده و 19462 تن را کوه علف‌های طبیعی تشکیل می‌دهد. در نوحه مومین‌آباد عین حال در همه شکل‌های خواجگی‌داری 37983 سر چاروای کلان شاخدار، 135326 سر مال میده و 3358 سر از پرورش کرده می‌شود. برای ذخیره به قدر کافی خوراک چاروا امروز در همه خواجگی‌های دهقانی نوحه مرکز جمع‌آوری خوراک چاروا ادامه دارد. در نویه با سوهای کرمک پروری توجه مخصوص ظاهر کرده می شود. امسال کشاورزان 78 قوطی کرمک را پرورش کرده موافق دورنمو باید 3.5 تن اشیای خام استحصال نمایند. در اکثر خواجگی ها جمع‌آوری پله شروع گردیده علکه تا امروز با کارخانه جمعیت دارای مسئولیتش محدود پله تاجیک در نویه قریب 900 کیلوگرم پله خوش‌صفت سپرده شده است که آن 25% نقشه را تشکیل می دهد. در جمهوری تاجیکستان گوشه با موضع های زیادی تاریخی و سیاحی موجود است که برای روش منبعده توریسم بین المللی زمینه اساسی به حساب می رود. چلچو چشما واقع در نوحه دوردست ناصر خسرو یکی از چنین مکان های یادگاری و طبیعی سیاحی محسوب می یابد که نفران زیاد از داخل و خارج مملکت به این مکان می آیند. گزارش همکارانی ما.
44 چشمه زیارتگاه و آرامگاهی معروف در ناحیه ناصری خسروی ولایت ختان واقع در 230 کیلومتر جنوب شهر دوشنبه است که در میان مردم همچون 44 چشمه شفابخش شناخته شده است. 44 چشمه در تاجیکستان و در ازبکستان همسایه خیلی مشهور است. در این موضع که دشت و بیابان بود تا آبیاری کردن و ساختن شبکه های آبیاری از تگ تپه نه چندان بلند 5 چشمه کلان فوار زده با 39 چشمه میده تقسیم می شود. جاری بودن آب صاف و مساوا و شیرین و نوشاکی از 44 نقطه در موضع یادگاری و تاریخی ناحیه دوردست ناصری خسرو دوام بیش از 1400 سال باز در همه فصل سال یک رنگ و یک حجم بوده، هر شنونده و بیننده این منظره کم نظیر تاجیکستان را در حیرت گذاشته است و همه ساله از این مکان تاریخی سیاحان زیادی داخلی و خارجی دیدن می نمایند. البته امروز ما اگر از 44 چشمه نظر کنیم، ما یکی از جای های خیلی خیلی برای سیاحان جالبی دقت است. مثلا آب شفایی، آب صافی که در اونجا ما میبینیم با ماهی هایی که در داخل آن آب است، برای سیاحان یک دقت جلب کننده بیشتر است. تخت سنگین، خواجه مشهد مثال و دیگر جای هایی که برای سیاحان اون جای ها را امروز با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان ترمیم و از نو سازی و بهبودی آنها را کرده ایستادند. طبق تحلیل و مشاهده های علمان و خادمان دین، آب 17 چشمه آن شفا بخش به شمار می رود. پژوهش های طبی تصدیق کرده است که آب چشمه ها برای رفع بیماری های چشم، معده روده، پوست، سرمازدگی، فشار بلندی، استخوان درد، بیماری های روحی، گوش و گلو و بینی، جگر، سنگ تلخه و بزریاتی بسیار مفید می باشد. یکی از منظره های کم نظیر و دقت جلب کننده موضع 44 چشمه این حیات ماهیان بشمار در آب صاف و روان می باشد. ماهی ها با جریان آب به پایان می روان، بلکه در خود سرچشمه آبها در مسافه 800-900 متر تمام فصل سال شنا می کنند. آدمان را صاف و به آلایش و درمان بخشی آب چشمه های این موضع و ماهی های زیبا و چشم ربای آن نیز مفتون کرده است. زائران می گویند که بخصوص از تماشای گل ماهی در آب شفاف سر نمی شوند. موجودیت ماران نیز توجه هر بیننده را جلب می نماید. سال از سال این مکان طبیعت نادر تاجیکستان صاحب استقلال محبوبیت و شهرت بیش را صاحب گشته، تشریف مهمانان سیاحان از منطقه های دیگر کشور و دولت های خارج می افزاید. خدایداد رجب، اسکندر سعید، ناحیه ناصری خسرو، اخبار. بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار خاتمه می یابد. خیر، سلامت باشید.